سرخط مهمتر این خبرها، مرافع دلیری امامالی به تاخیر افتاده است. چیکار کنیم؟ مهمانه دامی تاجیکستان خیمو خلان یاد به حضر زندگی کنیم، یک نون دهان مونا یویم، بیشو جای کار کنم یویم اونا. فعالیت تاکسی های تا سال 2016 در دوشنبه منع شد و کرونا ویروس دوباره در کشورهای آسیای مرکزی پخش می شود. دستور امامالی رحمان در این باره. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی از تقدیم از رادیوی آزادی. امروز 1 دکبر است. بررسی شکایت دلیری امامعلی، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک، در دادگاه شهر دوشنبه به تاخیر افتاده است. سعدالله قیوم، وکیل دفاع دلیری امامعلی به رادیوی آزادی گفت قرار بود ساعت 10 نوامبر دادگاه شهر دوشنبه شکایت این روزنامه‌نگار را بررسی کند، ولی با سببهای نامعلوم این کار به تاخیر افتاد. هنوز معلوم نیست که مرافع دلیر امامعلی کدام روز در دادگاه شهر دوشنبه برگزار می شود. دادگاه ناحیه شاهمنصور 17 اکتبر امسال دلیر امامعلی را به 10 سال زندان و 12,000 سومان جریمه محکوم کرد. دادگاه این روزنامه‌نگار را به صاحبکاری غیرقانونی، رسانیدن خبر بردروغ و عضویت در سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهکار کرد. دلیر امامعلی در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت تفتیش مرافعش پر از تهمت و دروغ و دخورگی های زیاد بود و او حکم دادگاه ناحیه شاهمنصور را اعتراف نمی کند. فعالیت تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 در شهر دوشنبه منع شد. طول دو روز اخیر کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی رقم های تاکسی هایی که ماشینشان تا سال 2016 است می کنند. خبرگزاری آسیا پلاس از قبل اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان نوشته است این کار با دستور وزارت نقلیات صورت گرفت. مقامات گفتند منع فعالیت تاکسی های تا سال 2016 به خاطر بی‌خطری مسافران و کم کردن تعداد تاکسی ها در پایتخت است. مسئولین دوشنبه نقلیات خدمات رسان گفتند فعلا هر شرکت تاکسیرانی باید تا 1000 نقلیات داشته باشد، ولی برخی شرکت ها از این زیاد ماشین دارند. منع فعالیت تاکسی های استحصالشان تا سال 2016 نگرانی رانندگان را به میان آورده است. چندین راننده در شبکه های اجتماعی نوشتند تاکسیرانی یگانه منبع دریافت رزق و روزیشان است. طبق اطلاع رسمی در پایتخت بیش از 5,500 تاکسی رسما فعالیت میکنند، اما تعداد واقعی تاکسی ها از این بیشتر است. فعالیت تاکسی های تا سال 2016 بعد یک روزی صدمه یکی از مسافرکش ها در دوشنبه منع می شود. روز 28 نوامبر یک ماشین تاکسی از بالای پل در دوشنبه به پایان سرازیر شده به اتوبوس برخورد. به گفته مقامات در این صدمه یک نفر جراحت برداشت. اتحاد اروپا و سازمان جهانی تندرستی برای تحکیم نظام امکانی و رقمی کنانی نظام تندرستی به کشورهای آسیای مرکزی 10 میلیون یورو دادند. نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان 3 نوامبر با پخش خبرنامه گفت مبلغ‌ها در نوبت اول برای توسعه امگذرانی ضد کووید 19، آموزاندن کارمندان و متخصصان تندرستی و تقویت نظام‌های اطلاعاتی ایمونیزاسیا روانه کرده می‌شود. همچنین مبلغ‌های لایحه برای تکمیل معلومات رقمی و نظام‌های رقمی تندرستی طبق استراتژی ملی حفظ سالمی اهالی تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 استفاده برده می‌شود. آمده است در خبرنامه اتحاد اروپا. اتحاد اروپا در حال برای امکانی ساکنان کشورهای آسیای مرکزی 10 میلیون یورو می دهد که خبرها از افزایش گرفتاری به کووید 19 در این کشورها دوباره زیاد شد. روز 29 نوامبر در ازبکستان 131 حالت نوی گرفتاری به کووید 19 آشکار شد. روز 28 نوامبر در قرقیزستان 19 حالت گرفتاری به کرونا ویروس تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان میگویند در کشور سرایت به کرونا ویروس نو تصدیق نشده است، اما شبهه و گمان ها به آمارهای رسمی در این باره زیاد است. در نشست خبری تابستانه امسال خبرنگاران چند تشخیص مثبت گرفتاری به کووید 19 را به وزیر تندرستی تاجیکستان نشان دادند، اما وزیر این حالت ها را تصدیق نکرد. خبرگزاری دولتی خاورنوشت که 29 نوامبر در جلسه حکومت مسئله پیشگیری از پنجشنبه دوباره کووید 19 در کشور بحث شد. به نوشته منبع، رئیس جمهور امامعلی رحمان به وزارت تندرستی و دیگر نهادها دستور داده است که جهت پیشگیری حادثه های سرایتی در حالت آماده باش قرار گیرند و با ورود کرونا ویروس به کشور راه ندهند. وکیلان مردمی قرقیزستان به وکیلان دومای دولتی روسیه مشوره دادند که به کارهای خودشان مشغول شده از دخالت به امور داخلی قرقیزستان خودداری کنند. این مباحثه زمان شروع شد که در پارلمان قرقیزستان تغییر نامهای شوروی ناحیه های پایتخت این کشور مطرح گردید. گزارش همکارانمون از تلویزیون نستایش ویریما به همین بحث بخشیده شده است.
در دوران شوروی پایتخت قرقیزستان فرونزه نام داشت و ناحیه‌هایش لنین، سوردلوف، اکتبر و پرومای نامگذاری شده بودند. قرقیزستان صاحب استقلال نام پایتخت را به بیشکک عوض کرد، اما ناحیه‌ها تا هنوز نام‌های کمونیستی را دیگر نکردند. چند پیش رئیس پارلمان قرقیزستان نورلان شکیف پیشنهاد کرد که نام ناحیه‌های بیشکک عوض شود. این تشبث از طرف وکیلان دومه دولتی روسیه تنقید شد. این اولین اقدام دست کشیدن از زبان روسی در قرقیزستان است. این اقدام حقوق روس زبان‌ها را پایمال می‌کند. ما می‌دانیم که در اوکراین هم از همین گونه عمل‌ها شروع کرده بودند. می‌گفتند که حمایت از زبان دولتی است، ولی در اصل می‌فهمیدند که از زبان روسی دست می‌کشند. با عقیده ژوروا در این باره باید به پرزیدنت پوتین خبر داد تا پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف را از ناراحتی جانب روسیه آگاه کند. وکیل دیگری دومه دولتی الکساندر یوشنکو تغییر نام ها در قرقیزستان را عمل روسبد بینانه و دسیسه کشورهای غربی عنوان داد. امریکا و کشورهای غربی این سیاست را در قلمرو جماهیر سابق شوروی تطبیق می کنند. به عقیده من نوبت آزمایش اقدام های ضد روسی به قرقیزستان رسید. وکیلان مردمی قرقیزستان به واکنش های تند سیاستمداران روس فوراً پاسخ دادند. من به وکیلان مردمی دومه دولتی روسیه مشورت می دهم که به کارهای داخلی قرقیزستان دخالت نکنند. ما گذشته شوروی را انکار نمی کنیم و هیچگاه از یاد نخواهیم برد. اما این معنای آن را ندارد که ما برای پیشبرد امور از وکیلان مردمی روسیه اجازت پرسیم. قرقیزستان دولتی صاحب استقلال است. ما می دانیم که چی کار کنیم. ما نزاویسیمه سترانه سامی ریشون. شارحان قرقیز نیز اظهارات وکیلان مردمی روسیه را محکوم می کنند. به عقیده من این شهادت واضح افکار آشکار سلطه‌جویانه یا خود امپریالیستی می باشد. آنها در کشور خود نشسته قرض و یا وظیفه مقدس خود می شمارند که به کشورهای دیگر این و یا آن کار را اجازت دهند و یا منع کنند. در قرقیزستان زبان روسی مقام رسمی دارد. اما موقع گیری وکیلان روسیه سؤال را به میان می آورد که چرا در روسیه شهر لنینگراد می تواند سنت پیتربورگ شود، سوردلوفسک می تواند یکاترینبورگ شود، ولی بیشکک حق ندارد از لنین و سوردلوف و میراث بلشویکی خلاص شود. یا با سیماهای شناخته قرقیزستان دوران شوروی به مانند ادیب چنگیز ایتماتو و سیاستمدار توردیاخون اوسوبالیف نامگذاری شدن ناحیه های بیشکک با تنگ شدن نفوذ زبان روسی در این جمهوری آسیای مرکزی چی ارتباط دارد؟ بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 دکبر را فرا می‌گیرد. یکم دکبر سال 1899 قهرمان ملی تاجیکستان شیرین شاشاتمور تولد شده است. شیرین شاشاتمور در یک صف با عبدالرحیم حاجی بایف، نصرت الله مخصوم، چنار اموف و دیگرها برای رشد سیاسی و فرهنگی تاجیکستان شوروی سهمگذار شد. برای از مختاریت ازبکستان جدا شدن تاجیکستان، نشر روزنامه آواز تاجیک و تربیه کادرهای ملی زحمت کشیده است. رئیس کمیته مرکزی جمهوری شوروی تاجیکستان شیرین شاشاتمور 27 اکتبر سال 1937 با اتهام فعالیت های ضد شوروی بازداشت و به قتل رسید. سال 1956 شیرین شاشاتمور بیگناه اعلان شد. یکم دکبر روز بین المللی مبارزه با ویروس ضعف مسمومیت بدن سپید است. سپید را یکی از خطرناکترین بیماری های قرن 20 می نامند که پاری نخست در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شد. در سال 2021 شماری آلوده شده ها به این ویروس در تاجیکستان نزدیک 13,000 نفر حساب شد. اکثرین بیماران با یاری سازمان های بین المللی معالجه می گیرند. از 1 دکبر سال 2012 در روسیه برای به کار درآمدن خارجی ها دانستن زبان روسی حتمی شد. این قراری که آن را پرزیدنت ولادیمیر پوتین امضا کرده بود مخصوص برای مهاجران کاری ایجاد شد. ندانستن زبان روسی یکی از مشکلات جدی بسیار مهاجران جوان کارجوی تاجیک می باشد که برای تأمین حقوق آنها مشکل ایجاد می کند.
صبح امروز 1 دکبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1002 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 162 سومانی عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 1 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. روزتان بخیر باشد.